به نام خداوند جان و خرد، عرض حرمت و سلام هزار باد و درود فراوان بر شما بینندگان عزیز برنامه نوبهار که از ورای شبکه جهانی امید 24 از شهر زیبای تورنتوی کانادا عرض ارادت و پیشکش خلوص نیت حضور شما بینندگان داریم و از سپاسگزار هستم از یکایک و تک تک از همنوردان راه پویای بالنده فرهنگ دیرپای خود و عزیزانی که فرهیختگی را همواره در کاوش جستجو و بالندگی و پاسداری از فرهنگ پرغنای زبان و ادبیات پارسی دری ما همیشه سربلند زیستند و سینه های ستبری بودند و مقاومت سنگرهای کهندشهای بودند که در مقابل هر نوع تهاجم، هر نوع هیولا، هر نوع دستبرد و هر نوع کم نظری و سبک نظری در فرصتهای مناسب با عکس العملهای مدنی و انسانی کسانی را که ره به دیار خرد نبردن اونا را متوجه ساختن که با هرچه بازی اما با فرهنگ و با زبان بازی خطرناکی است که بسا را خانمانسوز است و بسا خانه برانداز است. به این امیدواری اولتر از همه فصل خزان برگریزان عاشقانگی های کانادا و یا تورنتوی ماست. بهار و تابستان زودگذر را پشت سر گذاشتیم و اینه که ما در برگریزان در تغییر طبیعت گوارا و پر از معصومیت های برگ و درخت و شاخه هستیم که اینک یگان یگان به زمین میریزه. تماشای خزان آگنده از لطف کردگار و طبیعت رنگ آمیزی هایی هست که بر لوح زرین روزگار تو گویی ورق های طلایی نشسته که انسان را با تفکر، با تعمق، با خلوت‌های سحرگاهی و امن و آرامش روح و آرامش وجدان و ایمان و آرامش روان انسانی دعوت می‌کنه. اما طور که در فیسبوک نوشتم نمی‌دانم که چگونه دلبند فصل پاییز روزگار هستم که اوقدر دلبسته بهاران که فرش زمردین می گسترانه با همه رمز و راز آلودش در برگهای که تمثیل و ترسیم شاعرانگی ها می کنه واقعا محو دیدار ای طبیعت، محو دیدار ای رنگ ها و ای ارژنگ معانی که واقعا ستودگی هایش واقعا آرامش های روانیش بر ما لذت بخش است. و با گفته منیچهری بزرگ که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. برین به طبیعت سیری به گلگشت معانی پاییز و خزانی بزنین و از رنگ ها و آرامش و از دگرگونگی های طبیعتی که تا دیروز برگ ها همه به شاخه ها چسبیده بودند امروز تن درختان عریان میشه، یگان یگان برگ بر روی زمین مفته. امیدوار هستم که این فصل و فصل‌های دیگر فصل‌های
بارمندی های روح و روان انسانی باشه تا از دغدغه ها و از کشمکش های این دهر دون، این روزگار پرآشوب و این تالاب ها، این فراز و فرود هایی که بر جان و روان آدمی هر آن صدمه های میزنند و این تن آدمی شریف است به جان آدمیت. و به امی منوال طوری که آگاه هستین 3 سپتامبر مصادف است به زادروز خداوندگار بلخ، به زادروز کسی که امروز نه تنها در دیار مألوف خود، نه تنها در مسقط الرأس و تولدگاه خود و میادگاه خود و زایشگاه خود که بلخ گزین است، نه تنها بر او فخر میفروشه که امروز سرآمد تاج عاشقانگی های دیوان غرب و شرق است. امروز 813مین نبود مولاناست، مولانای بزرگ بلخ، مولانا جلال الدین محمد رومی. هر وقت نام از مولانا جلال الدین میشه واقعا به عظمت یک کائنات شعر و ادب بر خود انسان لرزه بر اندامش میفته. و بزرگواری که با امو عظمت روحی خود که خودش میگفت که ما 3 مرحله که ما خام بودم، پخته شدم، سوختم، حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم، مراحل 3گانه زندگی خداوندگار بلخ است که مراحل خامی خود را و مراحل پختگی خود را و سوختگی خود را چه زیبا به تمثیل می نشیند. مولانای پیش از ملاقات شمس و مولانای بعد از ملاقات شمس، مولانای متکلم فقیه پرهیزگاری که در کنج مدرسه ها، در محراب موعظه ها همیشه داد سخن از کلام و از فقه می زد. یک باره سرسام آور و سرگشته و گمگشته، سراپا ناشناخته بعد از ملاقات شمس، حالتش، جهانش دگرگون میشه و یک باره فریاد برمی آره و کتابها را به آب مندازه و از تیله ها و از قفسه های کتاب دوری میگزینه و میره به عالم عرفان، میره به عالم معنا، میره به عالم گمشدگی ها و میره تن می سپاره به دریای بیکران معرفت ها و به دریای بیکران از خود بیگانه شدنی ها. مولانایی که نیچه فیلسوف نامدار درباره او نوشته بود که راز شکوه زندگی را از زندگی تو دریافته بودیم و اینک راز شکوه مرگ را از مرگت آموختیم. و سایه مولانای بزرگ از بلخ تا به قونیه، از سرزمین زادگاهش، از سرزمین خراسان بزرگ دیروز و در جغرافیای افغانستان امروز، فریاد مولانا همیشه در ام البلاد تنین انداز است. رعشه های شعرش و حکایت های راز آلود نی و نی نوازی هایش، از نیستانی که تا امروز هیچ کس از رازهای پوشیده راز مولانا، هر کسی به زعم خود جویایش شد، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این اسرار هنوز در نهانخانه عشق لایزالی مولانا پنهان است.
و تا هنوز هر کس در بخش‌های مختلف گوشه‌های ناکشوده را، معماهای ناگفته را هر روز چه از خاور زمین و چه از مشرق زمین و چه از غرب و شرق امروز همه تنیدند و همه پناه بردند به فلسفه انسانی مولانا، به فلسفه‌ای که انسان در قاموس مولانا تعریف دگرگونه داشت. و مولانا مولانای پژوهنده بود، روشنگر بود و هشدار دهنده بود و همیشه از شب نمی گفت، از شب پرستی ها نمی گفت. آفتابی بود که همیشه از آفتاب می بود، بارانی بود که در همه جا یکسان باریدن می گرفت. نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه آفتاب گویم. تنها امی وجیزه، تنها همی حدیث کافی هست که مولانا در رتبه معنی خود و در رتبه معنوی خود که همیشه شاعران بعد از او داد زدن که او نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، که امو پهلویه که عصاره پهلوی امروز زبان پربار فارسی دری حوزه و امروز ما است. بناهن مولانای بزرگ همواره هگل که یکی از ستیغهای اندیشه فلسفی در چند سده پسین، او را رومی برتر می خواند و گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. ای کاش فرصت اجازه می داد که در هستی مولانا و نیست شدن مولانا که او چگونه دین خود را بر می گزینه. دینش دین عوامزدگی نبود، دین عوام فریبی نبود و دین تهجر نبود و دین ماتم زدگی نبود. او فریاد بر می آورد که هر وقت بر سر مرگ من می آید با چنگ و دف و نی بیایید که ما به فرمان خدا به دیدار خدا می شتابم. بناهن دیدار عاشق و نظارگری که پرده ها را می دره و به معشوق می رسه دیگه جای شکوه و ماتم نیست، جای هیولا و غوغا نیست، جای فرحت است، جای پایکوبی هست، جای سماع است، جای چرخیدن به خود هست و رفتن تا آسمان ها هست که شفیع کتکنی که در پله پله تا ملاقات خدا مولانا را توصیف میکنه، اونجاست که شما به مرتبت معانی بکر مولانا میرسید. و از عشق گفت و از مرگ و مراحلی که مرگ از جمادی به نباتی و از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی سخن در داد. فراتر میره و به جهان فرشتگان گام مینهه و مرگ مرحله از مراحل تکامل است به ذهن روان مولانا. بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید از این مرگ نترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است شما همچو اسیرید. اینجاست که مولانا داد میزنه که از همیشه به گفته سارتر که بشر در کلیت از کلیتی هست که همیشه در حال ایجاد است. مولانا خطاب میکنه که از حد خاک
تا بشر چند هزار منزل است، شهر بشر بردمت بر سر راه نماندمت. و جایی که در مثنوی شریف میگن، ناگفته نمانم که سه اسم عام است که وقتی به مولانا میرسه خاص میشه: اول مثنوی، دوم تربت، و سوم مولانا. این سه اسم عام است، اما وقتی خاص میشه که شما وقتی مولانا میگین، دیگر مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی است. وقتی تربت میگین، دیگر عمو آستان زیارتگاه میادگاه عشق حضرت مولانا در کونیه بلخ است. اما وقتی مثنوی میگین، دیگر همان هزار مثنوی دیگر سروده شد، ولی ذهن انسان و دماغ انسان سیر معنایی وقتی میکنه که میره مثنوی، یعنی همان مثنوی معنوی معنوی مولوی که هست قرآن در زبان پهلوی. و آموزه های مثنوی سراسر واقعا قرآن است که به زبان مولانا، همون زبانی که امروز ما با شما طرف هستیم، همون زبانی که امروز او را پارسی دری نامیدن، با همون زبان مولانا همیشه از پارسی حرف و حدیث داشت، نه از دری. مولانا همیشه با همین زبان، با همین شیوایی، با همین قداست، با همین نزاکت، با همین زبان عالم شمول با ما حرف و حدیث دارد. در مثنوی میگه که در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. او در این بحث از آفرینش جانوران که ترکیب محض غرائز هست، و از آفرینش فرشتگان که ترکیب وارستگی محض هست، و آفرینش آدمی که آمیزه خرد و غریزه هست سخن رانده. در این محدوده مشکل است که مراز دل مولانا را آنچنان که محققین و مستشرقین کاویده و ژرف نگری کرده به حضور شما به عرض برسانم. و ارجمندان و دوستان دانشور کشور افغانستان عزیز در راه مولانا قدم ماندن، ولی نه آنچنانی که بسنده باشه، نه آنچنانی که در خور هار مولانا باشه. مولانا تا وقتی که از جهان غرب سر بلند نکرد، شرق در اندوه ماتم دیگری قرار داشت. وقتی که غرب مولانا را به شرق معرفی کرد، اونجا بود که ایران متوجه شد که تا دیروز در حق مولانا، در معرفی مولانا و در معرفت مولانا جفا شده. بعد از او ایران متوجه شد که از خداوندگار چگونه تجلیل به عمل بیاورند. و عرفان مولانا عرفان پالایشگر هست، عرفان آفریننده هست که شور داره، شیدائی داره و همگرایی انسانها را بر میتابه، و همیشه در تکامل، در اوج تکامل مولانا داد میزنه که باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش حسیر هوش ماست، باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم منزل ما کبریاست. ای اوج عظمت مولاناست که برای خود و برای فکر خود و برای همفکرا و هم نوردای خود در اوج کبریایی و در اوج منزل و معوا میگزینه. افسوس که مولانا میگه که آنچی میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. او از حسام الدین چلبی میگه، از زرینه های صلاح الدین زرکوب میگه، از عاشقانگی های اردو میگه. چلبی که به فرمایش از او و به خواستی از او مثنوی نوشته کرد و
سراسر ازیر مولوی سرود و حسام الدین نوشته کرد. نردبان آسمان است این کلام، هر که زین بر می رود آید ببام. بناهن کاش فرصت ها اجازه می داد سال روز حضرت مولانا 813 ولادت پربار مولانا، رحلت گوهربار مولانا بر همگان وجودش غنیمت بزرگ و کرامت عظیم هست که افتخار بر آنانی که بر سبک و سیاق مولانا و بر سبک مولانا حدیث ها می آفرینند و زبان را زبان مولانا را امروز پاسدار هستند. سفرهایی که در سالهای قبل در جوار تربت مولانا در قونیه داشتم، حالتهای عظیم و انسان در اونجا دست میته. وقتی میبینین که زبان پارسی است که اونجا خانایی داره، گویایی داره، حکم روایی داره و شهنشاهی داره. مولانایی که امروز جامعه ترک زبان بغیر از چند شعر و غزل ترکی، وقتی میرین در قونیه و در آرامگاه حضرت مولانا در کعبة العشاق که نامگذاری شده، وقتی شما میبینین که هیچ کسی به زبان مولانا در سرزمین قونیه و ترکیه امروز، قسطنطنیه دیروز، روم شرقی دیروز، آنچنانی که یک اهل زبان پارسی از ایران، از افغانستان و یا تاجکستان میره، اون لذتی که ما از خانش دیباچه مولانا میبریم، حسرت خوردم و حیف کردم به حال ترکیه‌ای که زبانش دیگر زبان مولانا نیست. شعر سروده بودم که در فرصت‌ها حضور شما تقدیم میکنم، اما این زبان گویایی بود که وقتی می رفتم در ذهنم نینامی مولانایی که حضرت فقید خلیلای خلیلی نوشته کرد به ذهنم می گشت و اونجا بود که رعشه های بشنو از نی چون حکایت می کنند و از جدایی ها شکایت می کنند. بناهن حرف مولانا را، حدیث مولانا را در امینجا شیرازیش دامن می چینم تا برنامه هایی که خدمت برسم و خدمت بزرگمرد زبان و ادب پارسی مولانای بزرگ را بکنم. شما حضور گرم و پرنوازش و دیدار مبارک شما بار دیگر حاضر هستم. برنامه در گذرگاه فرهنگ ما اینک از سلسله داران فرهنگ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی بود، پای به بخش دوم برنامه به پاسداری امو زبان حضرت مولانا که در امی شب و روز با تأسف تمام، با تأثر تمام و با همه گلایه هایی که امروز از چار گوشه جهان بر علیه اونایی که بر زبان مولانا میتازن، زبان مولانا را میخواین شقه شقه و پارچه پارچه بکنن تا از عظمت زبان کاسته باشن، تا از ابهت و شوکت زبان کاسته باشن، تا از بار معنایی زبان کاسته باشن. زبانی که در طی صده ها، در طی هزاره ها درخشید، از کتیبه داریوش تا امروز و از سرزمین بزرگ امو ایران زمینه که نه امروز، ایرانی که در حوزه و حوزه ادبیات ما مربوط به او هست. در این بخش گفته های زیاد
در امی شب و روز در برگه‌های مجازی از طریق رسانه‌ها اعتراضات مدنی، انسانی، فرهنگی در قسمت ازی که بعضی از دولت مدارای نابخرد افغانستان، بعضی از آنهایی که بر سیاق استعمار، بر سیاق استعمار انگلیسی و حوزه‌ای هنوز میخواین بر جگرگاه فارسی عبور بکنن و جگرگاه زبان را بدرن تا از این غنیمت ها به سود سیاست های خود اینا حاصل شون. اینا در نوع در اقامتگاه شرمسار خود و در مکتب نکبتبار خود همیشه زمزمه یک نوع زبان ستیزی هست، یک نوع پاکسازی هست، یک نوع گویا یکی را به جان دیگری انداختن هست. زبان ها را بگذارین به حال خود که زبان، زبان بشریت هست، در کلیت زبان وسیله افهام و تفهیم هست. از این حربه ها به حس ابزارهای شوم سیاسیتان بر علیه همدیگر، همدیگر در یک معرکه و سفارایی دعوت نکنین. هیچگاه نه از بنیاد زبان و نه از شکوهمندی زبان و از نه نماد و چکاد زبان و نه از ستیغ پربار زبان چیزی کاسته نمیشه. برعکس زبان دیگر هم پر استقامت میشه، گویاتر میشه و میره به آوردگاهی که در مقابل اونایی که زبان را به ریشخند و پوسخند میگیرن. دیگر در این مورد گفته های بسیار هست و یک چیز باید به زعم و طعم بعضی از شیطان صفتان، دون صفتان و زبان ستیز باید گفته شود که دیگر هیچ کسی به عقب نمی خزه، هیچ کسی به در حالت شرمساری عقب نشینی نخواهد کرد. این زبان، زبانی که بعضی از اراکین و مسئولین احصایی افغانستان ایرگویا در شناسنامه درج زبان خارجی کردن و امروز متوجه شدن که گویشگران زبان، میراثداران زبان دیگر آرام نخواهند نشست. جفاها و ستمهایی که در طول صدها بر جان زبان رفته، چه زبان پشتو بوده و چه زبان پارسی بوده و چه زبان ازبکی بوده، به قدر کافی ستم ورزی ها شده. به جای از این که در غنای زبان ها بکوشین، زبان ها را به محو و امهای زبان ها هرگز نکوشین. هیچ کس به هیچ جای نخواهد رسید، هیچ کس اقتدار و به اصطلاح پیش قراول هیچ زبانی نخواهد شد. بگذارین زبان ها به حال خود رشد خود را داشته باشه و دانشمندان از سراسر جهان، چه ایرانی است و چه افغانستانی است، خاستگاه زبان فارسی بلخ و ام البلاد بلخ است. تحقیق ها و آثار ها و سرایندگان و نویسندگانی که در جغرافیای افغانستان و آسیای میانه، زادگاه رودکی پدر شعر فارسی در تاجیکستان و زادگاه رابعه بلخی مادر شعر فارسی در بلخ است. در افغانستان اینجاست که پارسی شکل میگیره. شما در جهت هایی که پارسی چی هست، دری چی هست، آیا صفت هست، آیا هر دو لازم و ملزوم هم دیگر هستند و روزگارانی که پارسی بود و دری نبود، شما از لابلای گفته های آقای اسدالله حبیب، پرتو نادری، استاد مسلم، واصف باختری و پژوهندگان دیگر شما خواستگاه ها را ببینین، فرق ها را ببینین و امی فرق هایی که در زبان مولانا و زبان حافظ در شیراز،
زبان سعدی در شیراز، زبان ناصر خسرو قبادیانی بلخی و زبان سنائی غزنوی، زبان رودکی سمرقندی، اینا همه در نوشتن، در کتابت، در دستور زبان هیچ نوع تفاوت‌های فاحش ندارن، اما در گویش ها، در لهجه ها، همواره زبان ها، هم زبان پشتوی ما، هم زبان ازبکی و ترکمنی ما و هم زبان پارسی دری ما، در خود افغانستان گویشگرانش با لهجه های مختلف. اما باید عزیزان ما فرق لهجه و زبان را کرده باشند. بسیار مشکل است وقتی مولانا شعر می سرایه، شما بگوین که فرق شعر مولانا و فرق شعر حضرت حافظ، آیا از نگاه ساختاری، آیا از نگاه دستوری، آیا از نگاه تلفظ، چه فرق بین دو حوزه فارسی زبان هست که شما بیاین خط بکشین؟ خطهای سیاسی، اغراض سیاسی، ابزار سیاسی و نیتهای شوم سیاستمداران در لابلای تاریخ ادبیات و فرهنگ میتونین برین و جستجو بکنین که این زبان زبان بیشتر از هزار سال، زبان رسمی فرهنگی امپراتورهای منطقه از جمله صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، تیموریان، درانیان بوده و زبان پارسی زبان بیناقومی ما بوده، بینافرهنگی ما بوده. سراج التواریخ امیر عبدالرحمن و حبیب الله به زبان پارسی نوشته شد. تاج التواریخ نوشته عبدالرحمن به زبان پارسی دری است. تا 1342 همه کتاب‌های معارف به نام ادبیات پارسی بود. محمود طرزی در سراج التواریخ این زبان را پارسی گفته. اما وقتی کسانی مثل محمد گل مهمند میرسه، زبان پارسی را از معارف و دوائر دولتی حذف میکنن و یک دوره دمام کتابها را به زبانهای پشتو که او خود زبان ملی ما هست. اما کسانی مثل جنایتکاران زبانی بودن که ما را از هم جدا کردن. 1969 بود که 64 بود که این زبان دری نامیده شد. دری صفت پارسی، نام دیگر پارسی است. اولین بار فردوسی بود که در پهلوی در پارسی دری بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. و گفته های جناب عزیز الله عزیز آریان فر را در یوتیوب ببینین، سر از این موضوع گفته های دقیق دارد. من اما طور که او روز در برنامه کاروان شیر به عرض رساندم که هیچ وقت شاهان پشتو زبان ما در مورد پارسی هیچ نوع تعصب روا نداشتن. کتاب تاریخ احمدشاهی، وقایع دوران احمدشاه ابدالی امپراتور بزرگ خراسان به قلم مهدی حسینی کاتب دربار به زبان پارسی هست. سنگ قبر احمدشاه ابدالی در قندهار به زبان پارسی هست. فارسی به حیث گنجینه مشترک همه اقوام زبان مشترک ماست. احمدشاه ابدالی 5 ساله بود که از هرات به ایران سفر کرد. 25 سالگی و به 25 سالگی رسید که دوباره به هرات آمد. به نظر شما در این 20 سال به کدام زبان با نادرشاه افشار سخن گفته باشه؟ حالا وقتی شاعر معروف زبان پشتو خوشحال خطک و اونجا پارسی میگه و به زبان پارسی شعر میگه که وقتی خودش به بارها که این موضوع را یادآوری شدیم و با جای دیگه هم گفتیم که زبان خوشحال خان که زبان پارسی گفته و از پارسی یاد کرده و حتی از خراسان یادآوری شده. به امی کوتاهی بسنده می کنم. زبان مشترک ماست. زبان ملی ما پشتو و فارسی دری ما هست. ما با هم
با یک جا موازی سیر متعالی همدیگر پذیری را می پیماییم. ما با همدیگر آلوده دستان کثیف سیاست نخواهیم شد و هیچ وقت ابزارهای سیاسی برای اقتدار و سلطه را یک طرف میگذاریم. ما مثل کماکان با هم برادر، برابر و با حفظ هویت‌های همدیگر، نه هویت ستیزی، با هویت پذیری همدیگر، با اختلاف نظر، باز هم در سرزمین افغانستان عزیز، در امی جغرافیا را به امید خدا و به امید جوانان ما، مخلوط معجون از زبانها و شناسایی هویت‌ها، آباد خواهیم کرد. تا برنامه آینده شاد و موفق و مؤید باشید.